یکی از دوستان خدا ناباور من که رهبر سابق گروه جوانان کلیسا بود فکر میکنه که مفهوم جهنم یک انحراف وحشیانه است و اگر خدا خوب باشه به هیچ وجه جهنم ایجاد نمیکنه شما با اون موافقین آیا مفهوم جهنم به احساسات شما آسیب میزنه سلام من کرک هستم یک دانشمند فیلسوف و کسی که زمان زیادی رو صرف فکر کردن در مورد مسائل زندگی میکنه بنابراین اگر شما علاقه به مباحث مربوط به خداشناسی علم و زندگی دارین لطفا در کانال من عضو بشین که به طور منظم در اون پست میذارم همچنین میتونین عضو شبکه اجتماعی من بشین که لینکش در پایین نوشته شده تصور چیزی بدتر از اینکه تا ابدیت در جهنم باشید وجود نداره در نگاه اول به نظر می رسه جهنم ابزار نهایی زورگیری برای جلب مردم به پیروی از یک دینه من یک فیلسوف آموزش دیده هستم و به همین علت در مورد جهنم بسیار فکر کردم و فهمیدم که نمیشه اونو به سادگی کنار گذاشت در حقیقت من به یک استنباط تا حدودی حیرت انگیز و نگران کننده رسیدم حتی اگر کسی تا به حال به جهنم فکر نکرده باشه تفکر اقلانی محض نشون میده که در صورت وجود خدایی بی عیب و نقص و مطمئنا مهیا بودن برخی شرایط ممکنه جهنم واقعا لازم باشه میخوام اینجا با منطقم با شما صحبت کنم من فکر میکنم ما میتونیم با این اصل اساسی موافقت کنیم که یک فرد خوب در مواجهه با شخص شریری که به دیگران آسیب میرسونه سعی میکنه یا به شخص شرور کمک کنه که خودشو اصلاح کنه یا اگر امکانش وجود نداره حداقل سعی در مهار یا محدود کردن آسیب ممکن میکنه به نظر میرسه این پیش فرض اساسی سیستم های عدالت ما در غرب باشه برای مجرمان اول معمولا یک رویکرد اصلاحی در پیش گرفته میشه برای بزهکاران خطرناکی که خطر مداومی برای مردم به حساب میان و هیچ علاقی به اصلاح ندارند سیستم های غذایی ما اونها رو محدود میکنن تا آسیبی رو که به دیگران وارد میکنن محدود کنن بنابراین من فکر میکنم وعده اول ما به این معناست که یک فرد خوب یا سعی میکنه یک شخص شرور رو دوباره اصلاح یا مهار کنه و بعده دوم که به نظر من اکثر مردم با اون موافقن اینه که ما بی عیب و نقص و پاک و خوب نیستیم به نظر میرسه که ما این آگاهی رو داریم که بین اینکه چگونه باید رفتار کنیم و اینکه چگونه واقعا رفتار میکنیم تفاوتی وجود داره در نتیجه من از تعداد زیادی از مردم در طول سالها پرسیدم که آیا فکر میکنن تا به حال کار اشتباهی انجام دادن؟ و تقریبا میتونم بگم همه اونها جواب دادن بله حتی در حد گفتن حرفهایی که آرزو میکردند کاش نگفته بودن یا آزار کسی یا کینه توزی نسبت به شخص دیگه ای حتی اگه اونو شخصا ابراز نکرده باشد سال اصلی اینجاست که ما چقدر از پاکی درستی و عدالت بی ای فاصله داریم قضاوت در این مورد دشواره چون ما تمایل داریم خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم و طبق اون استاندارد بسیاری از ما افراد نسبتا مناسبی هستیم مشکل اینه که ما داریم خودمون رو با دیگرانی مقایسه میکنیم که اونا هم کامل نیستن گذشته از این اگر کرکس ها فقط بهداشت شخصی خودشون رو با سایر کرکس ها مقایسه میکردن همه ای اونا خودشون رو خیلی تمیز تصور میکردن حتی اگه تازه از لاشه پوسیده تغذیه کرده باشن در مقیاس اینی تر چقدر بشریت واقعا برای کره زمین خوب بوده؟ آیا طبیعت به خاطر وجود ما وضعیت بهتری داره؟ چقدر تونستیم رفاه کهکشان رو بهبود ببخشیم؟ اگر در جایی تمدن فرازمینی ها وجود داشت که بی عیب و نقص و زیبا و خوب بود که حتی هرگز به مفهوم شر و بی عدالتی فکر نمی کردن، به نظرتون چه تصوری از ما داشتند؟ وقتی بیرون از بشریت دقیقا در خارج از سیاره زمین قرار می گیرید و می بینید آنچه ما بر سر این کره خاکی آوردیم جنگ هایی که بین خودمون انجام دادیم درام های شخصی و آسیب هایی که هر روز اتفاق میفته اصلا تعجب آور نیست اگر یک تمدن فرازمینی بی و نقص و شریعت رو به عنوان یک ویروس کشنده بدونه و فکر کنه که نیاز به بازسازی و مهار کردن داره خب چه نتیجه منطقی میتونیم از این بگیریم حتی اگه همه اعتقاد به خدا جهنم و دین رو صرفا بر اساس این دو مقدمه کنار بذاریم که اکثر ما با اون موافق هستیم که در برخی از موارد بشریت یا احتیاج به بازسازی داره یا در غیر این صورت باید محدود بشه اگر بخوایم آسیب های پایان ناپذیر رو محدود کنیم با توجه به توانبخشی در مسیحیت این پیام اصلی عیسی مسیح برای انسان از طریق تولد دوباره روحانیت و رابطه با خدا بود که در واقع منشأ زیبایی، محبت، موسیقی و عدالت. اما مسیح اغلب از چیزی به عنوان گزینه دیگر برای محدود کردن شر صحبت میکنه که ما اون رو جهنم میخونیم. ممکنه منطقی باشه حتی اگه با اکراه از این دو مقدمه استنباط کنیم که اگر انسانی عمدن در برابر اصلاح مقاومت کنه پس باید محدود بشه تا آسیب وارد شده به دیگران محدود بشه. اما هنوز هم مخالفت های بسیار بزرگی وجود داره. اول، چرا مهار شرور باید تا ابد ادامه داشته باشه؟ چرا خدا نمیتونست به سادگی افرادی رو که در برابر اصلاح مقاومت میکنن از راه ببره؟ مثلا، اونا رو حذف کنه. دوم، چرا مهار نهایی شر که ما اون رو جهنم مینامیم باید بسیار وحشتناک باشه چرا شر رو در مکانی که همیشه آب و هوای بسیار عالی داشته باشه و فعالیت های سرگرم کننده زیادی در اون وجود داشته باشه قرار نداده با این همه بازداشتن افراد شرور از آسیب رسوندن به دیگران به این معنی نیست که ما باید اونها رو شکنجه کنیم یا حتی برای اونها ناخوشایند باشیم اینها سوالات خوب و معتبری هستند بنابراین در دو ویدیوی بعدی من بیاین در مورد اون سالها فکر کنیم و ببینیم چه منطقی ظاهر میشه بسیار خوب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین یا حداقل شما رو به فکر فرو برده باشه اگر اینطور بوده لطفا اون رو به اشتراک بذارید یا میتونین در پایین اون کامنت بذارین و همچنین لایک فراموش نشه